سلام، من پدرامم، اینجا فیلم بازه. بریم معرفی فیلم سلم. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر باشید. فیلم سل یا همون سلول، فیلم درام روانشناختی جنایی ترسناک محصول سال 2000 که کارگردانی فیلم رو تارسوم سینگ انجام داده. تارسوم سینگ کارگردان فیلم هایی همچون سقوط، فیلم فناناپذیران، فیلم آینه آینه و فیلم سرفلس رو کارگردانی کرده. جنیفر لوپز بازیگر و خواننده معروف بازیگری رو با نقش کوتاه در فیلم دختر کوچک من آغاز کرد، در فیلم خانواده من بازی کرد و با بازی در فیلم سلنا در بازیگری به شهرت رسید. فیلم های دیگر او میتونه فیلم دور برگردان، فیلم یک زندگی ناتمام، فیلم نقشه جایگزین، فیلم پسر همسایه و فیلم شیادان که برای این فیلم هم نامزد جایزه اسکار شد نام برد. وینسنت دنافریو در فیلم های همچون مردان سیاه‌پوش یک، فیلم قلاف های تمام فلزی، فیلم نقشه فرار، فیلم جدایی، فیلم راه کریسمس و فیلم کشتن مرد ایرلندی بازی کرده. وینس وان در فیلم های همچون فریکی، فیلم آرکانزاس، فیلم ستیق هکسا، فیلم مأمور تحویل و فیلم فور کریسمس بازی کرده. خب بریم سراغ خلاصه داستان فیلم. یک قاتل سریالی دختران جوان رو میدوزه و بعد از غرق کردن آنها اونها رو تبدیل به عروسک های میکنه. بعد از دزدیدن آخرین قربانیش توسط پلیس شناسایی میشه، اما وقتی که پلیس میخواد از اون اعتراف بگیره او به دلیل یک بیماری خاص به کما میره. ماموران با توجه به فیلم هایی که در خونه او پیدا میکنن میفهمن که قربانیاش رو به وسیله دستگاه خاصی به طور خودکار غرق میکنه و برای پیدا کردن آخرین قربانی حدود 40 ساعت بیشتر وقت ندارن. اما قاتل به کما رفته و هیچ راهی برای اعتراف از او وجود نداره، تا اینکه به گوش کارآگاه میرسه یک گروه تحقیقاتی پزشکی یک روش خاص دارن که به وسیله اون وارد ذهن بیماران میشن. پس پیش این گروه پزشکی میرن. یکی از اعضای گروه به نام کاترین قبول میکنه که وارد ذهن این قاتل سریالی بشه و کمک کنه که جای آخرین قربانی پیدا شه، اما ذهن پیچیده این قاتل جای خطرناکی برای کاترین. فیلم سلول یک فیلم خوب در ژانر جنایی روانشناختیه که داستان جالب و ایده نو داشتش در زمان خودش. فیلم داستان پرتعلیقی داره و تماشاچی رو وادار میکنه تا لحظات آخر آن به دنبال کشف حقیقت و همراه با شخصیت‌های اصلی دنبال پیدا کردن راهی برای یافتن آخرین قربانی باشه. بازی خوب بازیگران در فیلم قابل تحسینه و جنیفر لوپز برای بازی در نقش اصلی این فیلم نامزد جایزه های بسیاری از جمله اسکار شد. و همچنین شخصیت پردازی خوبی این فیلم باعث شد که وینسنت دنافریو در نقش استارگیر قاتل سریالی این فیلم یکی از برترین شخصیت های منفی تاریخ سینما باشه. شاید تنها نقطه ضعف این فیلم شما به ریتم بعض وقتا کند در اواسط فیلم اشاره کرد که کمی تماشاچی رو اذیت میکنه، و در کل یک فیلم خیلی خوب و درجیه که برای تماشا. خب ممنون که تو این ویدیو هم با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون، تا بعد.